در مورد اینکه ما چرا تناقض توی رفتارهامون هست، من فکر میکنم دلیلش خیلی واضحه. وقتی که شما ایده یا ایدئالی به قول مصفا از جای دیگه به ذهنتون تحمیل شده باشه، نتیجه طبیعی و قطعیش تناقضه، به خاطر اینکه شما یک چیزی تو ذهنتون وارد شده، القا شده، ولی خواسته هاتون، احساساتتون، عواطفتون، ساختار روانیتون، ساختار ژنتیکیتون یه چیز دیگه رو اقتضا میکنه. این دوتا با همدیگه لزوما تناسبی ندارن. در نتیجه شما همیشه یه ایدئال های تو ذهنتون هست ولی در عمل یه چیز دیگه رو انجام میدید. ضمن این که بین خود اون ایده هایی که به ذهن شما القا شده، من اینو دیگه فکر کنم همه میدونید که بارها تو سخنرانی ها گفتم و تو کتاب از رفتار هایی هستن یه فصل در این مورد صحبت کردم، که بین خود ایده ها تناقض وجود داره. یعنی اصلا خود ایدئال ها، خود دستورات، خود باید نباید های اجتماعی که به ذهن شما وارد شده و به شما آموزش، خود اینا با هم دیگه در تعارضن، یک بام و دو هوا هستن، در نتیجه اصلا نمیشه بهشون عمل کرد. و این طبیعیه که در این صورت انسان دچار تناقض بشه. انسان در صورتی دچار تناقض نمیشه که اون چیزی که داره، اون چیزی رو که واقعا به معنای واقعی میبینه، درک میکنه، به اون بخواد عمل بکنه. و عمل وقتی میکنه، عملش بر اساس چیزی باشه که به معنی واقعی درک، یعنی بین درک عمیق و عمل، همونطور که کریشناموورتی هم میگه، فاصله و تعارض و چیزی وجود نداره، تنافری به اصطلاح وجود نداره. درک عمیق که اتفاق افتاد، عمل هم اتفاق میفته. وقتی که شما بین عملتون با اون چیزی که فکر میکنید تعارض وجود داره، یعنی هنوز درک عمیق اتفاق نیفتاده. حالا این عدم درک عمیق یا مشکل از شماست که یه مطلب یا حقیقت رو خوب درک نکردین، یا اینکه اصلا خود اون مطلب قابل درک نیست، خود اون مطلب مشکل داره، یا حداقلش اینه که مطلب هم مشکل ممکنه نداشته باشه، ولی چون به هر حال این مطلب قرضی و وارداتی و تحمیلیه، بنابراین در وجود شما ایجاد تناقض میکنه. خیلی قضیه ساده. پس منظورش از ایده که میگه که عمل و ایده، یه فصل راجع به عمل و ایده صحبت کرده، پس منظورش از این که نباید بر اساس ایده ها عمل کنیم و خود عمل باید خودش اتفاق بیفته، منظور پس اینه که یه چیزی رو درک عمیق بکنی، خود اون عمل اتفاق میفته، لازم نیست یه فکری پشت چیز باشه. شما هر کاری میکنیم به نظر ما یه فکری پشتشه. ما اول میشیم راجع به چیز فکر میکنیم، بعد خب دیگه همین دیگه. شما اگر اون فکر به معنای واقعی از شناخت خودتون ناشی بشه، یعنی یه شناخت عمیق پشتش باشه، فقط یه ایده نباشه که تو ذهن انسان باید اینطوری باشه، اینطوری نباشه، معنیش اینه که شما اتوماتیک اصلا اون کار رو انجام میدین. مثلا مثل اینکه شما بچه تو میدونم مدرسه مثلا ور میدونه ساعت 3، خب یه چیز طبیعی، شما میدونید که ساعت 3 مدرسه تعطیل میشه، قانونش اینه که بچه رو باید برداشت و اونم بچه شماست و شما دوستش دارین و هزار تا مسئله جزء زندگی شماست. اصلا شما در این مورد دچار تناقضی نمیشین، اتوماتیک بالا میشین کارتون، چون این یه چیزیه که برای شما جا افتاده. اما اگه من به شما بگم که انسان خوبه که همیشه مثلا دارم میگم بچه های همسایه رو برداره بره برسونه، اینجا ممکنه شما دچار تناقض بشین، برای که من دارم یه ایده به شما میدم و این برای شما جا نیفتاده، این حرف منه. ممکنه که شما هم فکر کنین با من همدل بشین، اگر واقعا این اتفاق بیفته شما میدونی کار انجام میدید، بله باز دوباره تناقضی نخواهد بود. ولی تا زمانی که این ایده رو من به ذهن شما القا کردم یا از محیط اومده، به هر حال یه چیز ناپخته و وارداتیه، طبیعیه که یه تناقضی بین ایده و عمل به وجود بیاد. مثلا خیلی از مردم، حالا اینو گفتم، این مثال مثلا به ذهنم رسید، خیلی از مردم دم از فداکاری و مثلا انسان دوستی و بشر دوستی میزنن، ولی اینا در حد یه ایده است، به خاطر که به معنای واقعی عشقی به بشریت ندارن، یعنی چشمه عشق تو وجودشون نمیجوشه و به معنای واقعی از نظر عقلی هم هنوز کاملا توجیه نشدن که چرا باید این کارو بکنن، یعنی ایده خودشون در واقع نیست. دیدن که تو محیط مثلا گفته میشه که انسان دوستی خوبه، بشر دوستی خوبه، اینا هم خودشونو به اون آرمان بچسبونن یا مثلا یه جورای خودشون هم رنگ اون موضوع بکنن، که حالا یا وجدان خودشون رو راحت کنن یا شاید مثلا میخوان خودی نشون بدن، حالا به هر دلیل دیگه، ولی هیچ کدوم از اینا به معنای واقعی، به قول ترجمه که حالا مصفا کرده، خود به خودیت خوشش نیست، یعنی درون جوش نیست، خود جوش نیست، بازم تحمیل یه الگو و ایده است بر روی ساختار فکری و روانی خودتون، و چون یه چیز وارداتیه بازم تناقض به وجود میاد.